درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون روژلات، به برنامه چهره ها خوش آمدید. نوبتی دیگر و چهره ای دیگر. مهمان امروز من شخصیتی است که در زندگی سیاسی و اجتماعی خود حراسی از پیمودن راه و تقابل با آنچه که می اندیشید کژاندیشانه است، بداندیشانه است، نداشت. حتی با گسست‌های درونی خود هم حراسی به دل راه نمی داد و نداد که با آن مواجه شود، حتی از خود بگذرد، از کژاندیشی‌های درون، برای تحول، برای آن که می‌خواست در بستر زندگی، آن زندگی که تصور می‌کرد می‌تواند هستی ساز باشد، بماند. مهمان امروز من شخصیتی است که طی چند دهه در صحنه مبارزه با همه راستی‌ها و ناراستی‌ها حضور داشت. فریدون احمدی. فریدون جان خوش آمدی. بسیار ممنون. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. فریدون عزیز، میدونی که ما در این برنامه چهره‌ها از همون آغاز زاد شدن‌ها شروع میکنیم، از بستر خانواده شروع میکنیم، از اون کودکی، چون فکر میکنیم، تصور من اینه که آنچه را که ما در کودکی خودمون دریافت کردیم در ضمیر ناخودآگاه ما باقی میمونه و به شکل‌هایی بعد در دوره‌های بعد تأثیر خودشو میذاره، تصاویر خودشو باقی میگذاره. موافقی با هم یک رجعتی بکنیم به دوران کودکی تو؟ حتما. کجا متولد شدی؟ من در شهر گلپایگان متولد شدم، در سال 1330 شمسی. تو چه شکلی از خانواده؟ چند نفر بودیم؟ من یک برادر و سه خواهر دارم و پدر و مادر. پدر و مادر. پدر کارش چی بود؟ پدر من کارمند بودم، کارمند دولت. بعد البته الان در قید حیات نیستند. من در تبعید بودم که ایشون چندین سال پیش فوت کرد. وقتی پدر میره مثل اینکه سقف خونه میره، نه؟ دقیقا. رابطت با پدر چگونه بود؟ رابطه بسیار صمیمی، بسیار پرتفاهم. خب پدر من فردی مذهبی بود و معتقد به دین و رسوم دین. اوائل خب تا جوانی من یا نوجوانی من تلاش هم داشت که مرا هم دیندار بکنه، ولی از این مقطعی به بعد دیگه تسلیم شد در برابر مقاومت های من و به هر حال دیگه کاری با من نداشت. ولی تأثیر روی رابطه عاطفی شما نکرد؟ به هیچ وجه. مادر چی؟ مادر که خب طبق معمول روابط عاطفی بسیار صمیمانه تری همیشه وجود داره و خوشبختانه ایشون هستند و یکی از آرزوهای من اینه که چون نمیتونه به خارج بیاد به دلیل کهولت سن و من هم نمیتونم به ایران برم، به هر حال زودتر از موانع دیدارش زودتر رفع بشه تا من امیدوارم بتونم. چند سال ندیدی مادر رو؟ قریب 12 سال. اتوریته نقشی تو خونه داشت؟ تو این خانواده داشت؟ نه جوری که به حساب مانع تکامل شخصیت فردی افراد بشه. یعنی میشد با تفاهم، با صحبت اگر مشکلی بود حل کرد. خواهرها و برادر؟
رابطه تو با اونا چگونه بود؟ بسیار صمیمی و خوب. و اون معمولا توی یه خانواده‌ای که پدر و مادر فاقد اون اتوریته استبدادی و اون شکل هستن، معمولا یکی از برادر خواهرها این نقش رو میگیره، برای اینکه خب به نوعی یک دریافتی است که خود جامعه چون اتوریته پذیر هست اتفاق میفته. آیا تو خانواده شما کسی از اعضای خانواده، بچه ها، برادرها، خواهرها این اتوریته رو داشت؟ ما چون یک حالت ویژه‌ای داشت زندگی ما، پدر من چون کارمند بود، بعد از اینکه از گلپایگان آمدیم مدتی اصفهان بودیم 3 سال و بعد به گیلان منتقل شد، مدیر کل اداره قند و شکر استان گیلان بود و من رشت زندگی میکردم. بعد از 3 سال که اصفهان بودم، در این مدت خواهر و برادر من بزرگتر در تهران تحصیل میکردن، برادرم در معماری میخوند و خواهرم هم پزشکی. دانش تماس زیاد مستقیمی نداشتیم تا اینکه بعداً خودم هم آمدم تهران و ما 3 نفری زندگی میکردیم و پدرمون گیلان بودن. در واقع تو هم دوران کودکی نوجوانی خب 3 نقطه متفاوت از ایران رو دیدم، که 3 تا فرهنگ متفاوت هم نمایندگی میکرد، دیدی و باشون زندگی کردی. تفاوت‌ها چگونه بود برات؟ خب گلپایگان یک جامعه سنتی بود، سنتی تر از جای دیگه. من حتی خاطرم هست 10-11 ساله بودم، پدرم برای اینکه به حساب خودش آموزشی ببینم، ما رو میبرد در محافل شبانه ای که داشتن با به حساب بزرگان شهر و مثلا منو یادم میبرد پلوی این آقای آیت الله صافی گلپایگانی که بعداً دبیر شورای نگهبان شد و غیره. و مثلا صحبت‌هایی که رد و بدل می‌شد هنوز هم در ذهن من وجود داره. چند سال بود اون موقع؟ من 10 سالم بود. می‌فهمیدی؟ دقیقاً مثلا یادم یک بار از آقای صافی پرسید چرا علیه دستگاه رژیم و اینها نمی‌گفتن، چرا علیه دستگاه حرف می‌زنید؟ گفت که خب معروف میشیم، یکی اینکه معروف میشیم و یکی هم اینکه وظیفه دینیمون انجام دادیم. واقعا با همین سراحت؟ با همین سراحت تو محافل شبانه خودشون میگفتن این صحبت ها و این دقیقا یادم هست. نکته جالبیه، یعنی خاطره جالبیه. خب دبستان رو در گلپایگان گذاشتم. گلپایگان بودم. و دبیرستان رو در؟ یک سالش رو در اصفهان بودم و بعد 3 سال در رشت، مدرسه معروف شاپور که هم سیاسی بود فضاش، هم قبولی های زیادی در کنکور داشت، یعنی جو فضای علمیش خوب بود. و بعدم 2 سال آخر رو در دارالفنون تهران بود که اونم مدرسه معروف بود. با اون قدمتش اگر بخوای میان این 3 شهر امروز انتخاب بکنی برای زندگی، کدومش انتخاب میکنی؟ یعنی اگر چاره‌ای تو فقط همین 3 شهر باشه؟ رشت رو، به دلیل فرهنگ پیشرفته تری که باش مواجه شدم. البته شنیدم که اصفهان بسیار تغییر کرده، ولی اصفهان آن موقع و رشت آن موقع، رشت رو انتخاب خواهم کرد. اگر یادت باشه اون موقع خب شهرها و ممنوعی سنت‌هایی که درشون وجود داشت نوعی تأثیر می‌ذاشت روی روابط زن و مرد، روابط انسانی با هم. احتمال میدم روابط انسانی در شمال گیلان و به ویژه رشت خیلی بازتر بود. این بود آن چیزی دقیقاً. بود که مورد توجه تو بود. دقیقاً. و توی شخصیت بعدی من هم بسیار تأثیر گذاشت. یعنی من نسل خودمون رو یا خودم رو مقایسه میکنم با نسل بعدی که به همین جریان ما پیوستن، که میریسیم که چه جریانیست. بله.
میبینم که اونها خیلی سنتی تر، خیلی مذهبی تر، خیلی ارتدکس تر، بسته تر، دنیا ندیده تر، تجربه نکرده تر بودند از ما نسل قبل تر. و نسل بعدی هم کمی باز مذهبی شد، نسل بعد از شما. اولین کتابی که خوندی کتاب چی بود؟ داستان بود؟ قصه بود؟ اولین کتابی که خارج از دروس مدرسه. از اینکه پرسیدن آخرین کتابی که خوندی چی بود، گفت آخریش هنوز نخوندم. مثل اینکه کتاب نمیخوام. ولی واقعا من اصلا یادم نمیاد اولیش چی بود. واقعا؟ ولی من خب شعر علاقه داشتم، میخوندم و داستانهای منصور شاهنامه رو و خود شاهنامه رو جز اولین چیزهایی بود که مطالعه کردم. چند سالت بود؟ من از 13-14 سالگی. یعنی با داستانهای کودکان شروع نکردی؟ مثلا با وایکینگ ها یا اون زمان من فکر میکنم برای بچه های 11-12 ساله داستانهای مایک هامر هم جالب بود. اونا رو همه رو میخوندی؟ اونا رو میخوندی که هم بچه ها؟ بله. اونها هم بود. پس اونها بود؟ اونها بود. بعد خب اما کتاب جدی که شروع کردی شاهنامه بود. بعد یواش یواش داستانهای کلاسیکی که بود، کارهای صادق هدایت رو، و بعد به ادبیات جهانی مدار رو آوردم. کارهای دیکنز رو نمیدونم. یعنی اول با ادبیات داخلی شروع کردی؟ بله. نه اینکه برای خوندن طبق برنامه، ولی خب پیش اومد. آره. بعد هیچ وقت در ذهن مقایسه وجود داشت؟ یعنی وقتی که مثلا میشستی صادق چوبک رو میخوندی، صادق هدایت یا چوبک رو، چوبک بدتر بود. بعد تصویری که اونها از اون جامعه میدادن با تصویری که مثلا شاید تو مثلا در کتاب بالزاک، در آثار بالزاک میخوندی، نمیدونم، یا ویکتور هوگو یا هر نویسنده دیگری که از پاریس اون زمان یا نمیدونم از جوامع اروپایی میداد، خب دو تصویر متفاوت بود. کاراکترها با هم فرق میکردن، بحث و جدلها با هم فرق میکرد، موضوعات فرق میکرد. های هرگز تفاوتها برات ملموس میشد تو اون سن؟ یا هرگز بهش فکر نکرد؟ فکر نکردم بهش. ولی خب طبعا یه مقدار افق دید رو گسترش میده مواجهه با. کی به تهران اومدی؟ سال 45 46 برای ادامه کلاس 11 و 12 به سبب دبیرستان رو در دارالفنون تهران. اولین باری که یک نگرش سیاسی در ذهن تو پیدا شد کدوم مقطع بود؟ چه سالی بود؟ سال همون بعد از خرداد 41 و اون جنبش ارتجاعی خرداد 41. خب اون موقع اینجوری فکر نمیکردیم. من کوچک بودم، 11 سالم بود، ولی خب اطرافیا، خانواده، و میدیدم که موازی دارن علیه حکومت، علیه اون سرکوب، در کم و بیش با سمپاتی با این حرکت. و این اولین حساب تماس من با دنیای سیاست، دنیای سیاست بود. و ضمن اینکه خانواده ما هم از خانواده مادری من با جبهه ملی، بعضی اعضای جبهه ملی، رهبری جبهه ملی و کابینه دکتر مصدق فامیل بودن، و اون فضا و حتی به حساب سرکوب های بعد از 32 و اینها، خب که چند سال بعدش ادامه داشت، در فضای گفتگوهای خانواده من میشنیدم این چیزها رو و تأثیر داشت. در واقع مباحث سیاسی زمان مثل تصاویر سایه روشن دقیقا همیشه همراه بود تو دوران کودکی، که بعد وقتی که با پرسش های مشخص مواجه میشی اونها برات ملموس تر میشه. اون چیزی که در نوجوانی اونها رو دریافت کرد. کی در وقتی به تهران اومدی تنها بودی یا با خانواده بودی؟ تهران که اومدم با خواهر و برادرم زندگی میکرد. خب فرصت بیشتری فکر کنم تو زندگی دست داد. دارالفنون هم به هر حال یکی از مراکز
مراکزی بود که فکر میکنم اون موقع توش نجواهای در واقع اعتراضی هم به شکل زیرزمینی اون زمان وجود داشت، درسته؟ دقیقا. با آیا اونجا بود که تو تفکر در واقع اعتراضی تقابل گرایانه تو نسبت به اون نظام گذشته شکل میگیره یا اینکه نه؟ در اونجا پایه میگیره، بعد با ورود به دانشگاه علم و صنعت که البته اون موقع که من وارد شدم همون سال اول اسمش هنرسرای عالی نارمک بود که با اولین ورود ما اعتصاب بسیار بزرگی کردیم و که اسمش عوض بشه و موفق هم شد، تبدیل به دانشگاه شد و اسمش هم شد دانشگاه علم و صنعت ایران. یعنی همون اولین ورود من مواجه بود با یک اعتصاب بزرگ و موفق. حضور داشتی؟ من حضور داشتم. چه حسی بهت میداد؟ یک حس حضور جمعی و تاثیرگذار در یک مسئله اجتماعی. و تا اون موقع تو تا اون مقطع تو زندگیت این زندگی اجتماعی رو برای کسب یک مطالبه تجربه نکرده بودی؟ نه. این اولین تجربه؟ یادم نمیاد. نه. و تو دانشگاه بود که با نام سازمان چریکای فدایی خلق ایران آشنا میشی، درسته؟ درست. چه مقطعی بود؟ سال اواخر 49. ازدواجم نکرده بودی؟ نه، قبل از اون با یه سری حرکت‌های صنفی سیاسی ما به حساب ادامه فعالیت میدادیم، فعالیت داشتیم توی دانشگاه، کتابخانه دانشجویی تأسیس کردیم، گروه کوهنوردی شکل دادیم در علم و صنعت و با جمعی از دوستانی که بعداً با بخششون ادامه فعالیت سیاسی دادیم و این جریانات در شکل صنفی سیاسی دانشجویی گسترده هم بود. فیلم نشون میدادیم، کانون فیلم درست کردیم و تا همون مقطع 49 که مسئله سازمان چریکای فدایی. ولی در آغاز آنچه که براتون مهم بود یه سری فعالیت‌های صنفی و سیاسی بود، یا اینطور نبود؟ اینها رو بهانه وسیله ساخته بودی؟ نه نه، اصلا بهانه نبود، یعنی واقعیت داشت فعالیت صنفی و سیاسی. بله. چی شد که این فعالیت صنفی سیاسی دیگه ارضا نمی‌کرد شما رو؟ می‌بایستی عمیق‌تر اعتراض رو سازماندهی می‌کردید؟ جو به تدریج سیاسی‌تر شد، فضای محیط از جمله تحت تاثیر همین حرکت مسلحانه‌ای که در سیاکل شروع شد بازتاب خیلی نیرومندی در دانشگاه‌ها داشت. حالا راجع به قضاوت به اون حرکت و اون بازتاب و اینها میشه جداگانه صحبت کرد، ولی خب واقعیتی بود که همه نیروها رو به این سمت، همه دانشجویان رو توجهشون رو به این سمت معطوف کرد و خب اولین اعتصاب سیاسی رو هم در همین رابطه سراسری در دانشگاه ها فکر کنم اردیبهشت 50 بود، بعد از حرکت سیاکل و اعدام های اولیه 10 نفری که اعدام شدن و اون تروری که صورت گرفت، دادستان کل کشور فرسیو، تیمسال فرسیو که ترور شد، در حمایت از این حرکت خب یک اعتصاب سراسری شکل گرفت و بعد از جشن‌های شاهنشاهی بود که حتما خاطرتون هست در اعتراض به اون جشن‌ها و منم اونجا شرکت فعال و سازمانگرانه داشتم و دستگیر هم شدم و یک سال هم به خاطر همون حدود یک سال در زندان بودم. اما قبل از اینکه به این مرحله برسیم این رو می‌خواستم از این بپرسم، چه چیزی از مبارزه مسلحانه‌ای که آغاز شده بود چه حسی رو در شما به وجود آورده بود؟
چی فکر میکردین؟ چه دریافتی داشتید از این مبارزه؟ به عنوان یه سری دانشجو که اعتراض نسبت به نظام داشتید، بیان که احتمال میدم بیان که هنوز اون بدیل رو یافته باشین که چه چیزی باید جایگزین باشه، اعتراض داشتید به این ساختارها، به این مجموع، ولی چه چیزی اون براتون نوید بخش بود؟ در یه نگاه به اون فضا، یعنی سعی کن خودت تو همون پیکر اون دانشجو، اون جوان قرار بدی که خودت بودی. همین، بارها بارها قرار دادم و دیدم که، یعنی این سوالی که شما تو میکنی، آره. راحت تر با هم صحبت بکنیم. بارها بارها این سوال از خودم کردم و دیدم فکر نکردم. ما اگر فکر میکردیم که چه میخواییم، شاید راه دیگری رو یا به گونه دیگری انتخاب میکردیم. من میتونم از خودم بگم، کوتاهت بحث من نیست، ولی من مثل خیلی از جوانای هم نسل خودم، حالا شاید هم با هم موافق باشی، من تحت تاثیر ادبیات خاص رمانتیک زمان خودم بودم. قهرمانایی داشت این ادبیات من، شخصیتایی داشت مثل همه خوانندگان یک رمان رمانتیک قهرمانی، این جوان میخواست همون قهرمان باشه، دلم میخواست باشم. پدیده سیاه کرد و پدیده‌ای به نام چریک‌های فدایی خلق نمادی بود برای من، مثل اون قهرمان‌های داستان که من می‌خواستم روزگاری همون قهرمان اون داستان باشم. حالا ملموس‌تر شده بود این قهرمان برای من. فکر نمی‌کنی یه خود این میتونست حتی یه عامل باشه؟ دقیقاً همون رمانتیسیسم انقلابی یا جوان که همه ما، اون نسل، همه که نه، بخشی از ما دوچارش بودیم، هم جهان رمانتیک بود اون موقع در کوبا و اروپا و نمیدونم چگوارا و اینها، تأثیرات روانی ویژه روی ما داشتن، هم اون حرکتی که در ایران شکل گرفته بود و یک همزاد پنداری که در ما به وجود اومد، اینکه به قول تو میخواستیم همون بشیم که میدیدیم بدون اینکه فکر جدی تو این زمینه کرده باشیم. برای چی؟ با چه حساب دست، به چه دستاوردهایی میتونیم برسیم یا نیاز جامعه ما چیست؟ جوانی کردی؟ یعنی تو همون دوران خب اومدی دانشجو شدی، سری سیاسی، تو بستر مبارزات سیاسی، بعد زندان و زندان و زندان تا مقطع انقلاب و بعد اشکال دیگه که بهش میرسیم. اما به عنوان یک جوان، خب خیلی ها جوان های اون زمان، پارتی، مهمونی، دیسکو، تفریح، آرایش شخصی خود تو زمینه حالا هنر اینه و اونه، تو این جوانی رو داشتی؟ من در مقایسه با دوستان دیگه ای که بعدا مقایسه کردم دیدم داشتم من. یعنی من اول جوانی کردم و بعد سیاسی شدم. خب این نکته خیلی جالبه. در تمام طول سیاسی بودنم هم مخالف اون روانشناسی و روحیه و برخوردی بودم که این دوتا رو از هم جدا میکرد، زندگی و سیاست رو، جوانی و سیاست رو. و نه، داشتم. شاید به خاطر همون داشتنها بود که بعدها همین در زندگی تو، در تفکر تو نقش بازی کرد. خودش باز یک پدیده میتونه مورد بحث و بررسی باشه حالا در یک فضای دیگه. در اون زمان اونهایی که به مبارزه و راه پیدا میکردن، برخی از شرایط سخت زیستی به اعتراض رسیدن، از فقر، از زندگی های سخت یا تجربه دردهای بیشماری که خانواده بردوش داشت. پدر زندانی بود یا پدر یا عمو شهید شده بود، کرد بود یا خانواده ای از مبارزین قدیمی یا هر آنچه دیگه. اما تو از این پیشینه برخوردار نبودی، از یک زندگی ساده مرفه. مرفه. با
بنابراین جنبه های فرهنگی برای تو میبایستی بیشتر مطرح میبود، خواستگاه فرهنگی بله. که به سازمان چریک های فدای خلق میپیوندی و چگونه؟ من در دستگیری اولم که عرض کردم سال اردیبهشت 50 بود، خب یک سال زندان بودم، با افراد مختلفی مواجه شدم، هم زندان بودم و این تأثیر جدی داشت در سمتگیری بعدی من در زندگی در عرصه سیاست. تعداد زیادی از همون بندی که ما بودیم، موقت شهربانی معروف بود که بعداً شد کمیته مشترک ضد خرابکاری، اون از اونجا بردن و اعدام کردن که این در یک روی یک جوون 20 ساله بود. بودم اون موقع تأثیر جدی داشت و همین باعث شد که بعد از یک سال اومدی بیرون؟ بعد از یک سال که بیرون اومدم بعد دیگه تونستید ادامه دانشگاه به تحصیل بدی؟ ادامه تحصیل دادم، من در رشته ماشین سازی در دانشگاه علم و صنعت درس خوندم. پس ستاره دار نبودی؟ ستاره دار نبودم تا سال 53 که خب امتحانهای جزرم دادم و دستگیری مجدد داشتیم. ما تو این فاصله دیگه فعالیت های دانشجویی نکردم، یعنی حس میکردم که این فعالیت ها برای من کمه، باید مخفیانه حرکت کرد، عمل کرد. گروه های مخفی که هوادار سازمان چریکا بود، سمتگیری مسلح شدن داشت، تشکیل دادیم که بعداً بعد از دستگیری فهمیدم که تعدادشون هم با وجود اینکه من در یکی از 3 نفر اعضای شکل دهنده این گروه بودیم، قریب 40-50 نفر در زندان فهمیدیم که این شبکه نیرو داشت، قدرت داشت، افراد داشت. در واقع نسل جزو سازمان دهندگان نسل دوم فدایان بودی میشه گفت؟ اگه به لحاظ نسلی بخواییم برحال که در سال به خاطر چیزایی که از زندان بیرون آورده بودم در سال 50، دفاعی ها و اینها و یکی از و لو رفته بود، مجددا دستگیر شدم سال 53 که بازجویی ها طی شد و اینها و خب زیاد حرکت من رو قصر فرستادن که بعداً بعد از مدتی دیگران دستگیر شدند و فهمیدم که قضایا همه لو رفته. چون معمولاً دستگیری از 2-3-4 که بالا بره دیگه یواش یواش مسائل شکنجه هم شدی؟ شکنجه هم شدم. چه مدت زیر شکنجه بودی؟ من در مقایسه با خیلی دوستان هم بند خیلی شکنجه نشدم، البته تعداد بارهای چیز زیاد بود، بازجویی تو هم با فشار نمیدونم 20 جلسه، ولی خیلی شکنجه های امروز اگه با اون یکی با اون شکنجه‌گرت مواجه بشی به او چه خواهی گفت؟ بستگی به وضعیت اون داره. فرض کنیم تو راننده تاکسی باشه، یک آدمی باشه که داره زحمت بکشه تا نون خودشو در بیاره، یا فرض کنیم صاحب مکنت و ثروت باشه، فرق میکنه برای ولی آیا باز شکنجه رو تایید میکنه یا نمیکنه؟ این مهمه. آیا من خب کتاب آقای ثابتی رو خوندم، دیدم صفحات طولانی به این اختصاص داده که یک جوری توجیه کنه این مسائل رو، به جای اینکه خب یه عذری بخواد، بپذیره که شکنجه بوده، نقش داشته، عذری بخواد. خب این فرق میکنه، نوع برخورد با کسی که هنوز همون نگاه رو داره و طبیعی میدونه شکنجه رو، حالا فرقی هم نمیکنه رو کی اعمال بشه. دوستی به من میگفت که 2 چیز میان ما ایرانیان وجود نداره، یکی خاطره نویسیه،
من برتر نویسی زیاد وجود داره، اما خاطر نویسی کم وجود داره به حقیقت نویسی. و یکی دیگه هم ما قادر نیستیم پوزش بخواییم، سخت جانیم در مقابل پوزش. دقیقا این در میان دوستان سیاسی هم دیده میشه، اینطور نیست؟ بسیار بسیار. و فکر میکنی علت چیست؟ یعنی خب تو صاحب یک مجموعه تجربه هستی در زندگیت، خودت مسیرهای متفاوتی رو طی کردی، تغییر، تابو شکنی، گونه های مختلف رو طی کردی، حتما با این واژه و این مفهوم در اشکال مختلف چه در مقابل خودت و چه در درون خودت دیدی. چرا فکر میکنی که ما قادر نیستیم پوزش بخواییم؟ در عرصه سیاسی یکیش هنوز منفعت‌های سیاسیه، یعنی و رقابت‌جویی‌های سیاسی. فکر میکنه یا اگر فلان جریان بیاد بگه من خطا کردم، من پوزش میخوام که در اون حرکت شرکت کردم، در اون تصمیم سیاسی رو گرفتم خطا بود، تضعیف میشه در مقابل رقبا. رقبا سوء استفاده میکنن. یک جمله معروفی که نورالدین کیانولی داره که میگه آدم لباس چرکاشو توی بالکن پهن نمیکنه، و این ریشه همون برخوردیه که حاضر نیست علنی بیاد و لباس چرکا رو طرح بکنه. همه انسان‌ها، جریان‌های سیاسی و جریان‌های تاریخی، چپ، میانه، راست، مذهبی، خطاهای بزرگ کوچیکی داشتن. در همه جغرافیای فرهنگی سیاسی و اگر علنی اینها طرح نشه، مهمترین زمینه است برای تکرارش. و بنابراین باید اصلاً گسترش این فرهنگ انتقاد، نگاه انتقادی به گذشته نشون میده که تا چه حد اون فرد اتکا داره به روش‌های دموکراتیک. بیاد از خودش شروع کنه، بگه من اونجا این خطا رو کردم، اونجا اشتباه بود، این اشتباه بزرگ رو کردم، اینجا پوزش بخوام از حتی نسلی. ما واقعاً به نسل بعدیمون یک پوزش تاریخی و جدی بدهکاریم. ما نفهمیدیم یک انقلاب اسلامی در پیش است، خصلتش رو نفهمیدیم. مجموعه روشنفکرها رو میگم و از سال 41 هم میگم، نه از سال نمیدونم 57 58 59 که به تدریج از اول نمیدونم همه گروه های سیاسی، همه جریان های سیاسی، از جبهه ملی گرفته تا مجاهدین تا فدایان، اکثریت، حزب توده، همه اینا در تاریخ های مختلف، اما دنبال به نوعی دنبال روی این حکومت شدن، هیزم بیار این انقلاب شدن و نتونستن این خصلت این انقلاب رو تشخیص بدن که الان 35 سال نسل های بعدی و همون نسل خود ما گرفتارشه. ما نسل ما یک عذرخواهی تاریخی و جدی بدهکاره. به محض اینکه بخواد این عذرخواهی رو بیان کنه، فوری اون نوع نگاه در سیاست امروزش بازتاب داره، و چون امروز رو نمیخواد تغییر بده، حاضر نیست نگاه انتقادی هم به گذشته بکنه. شاید یه نکته دیگه، یه درد دیگه هم این باشه که به خاطر اینکه تمرین دموکراسی نداشتیم، به خاطر اینکه یک تقابل انسانی رو نتونستیم، یک دیالوگ انسانی رو نتونستیم تو جامعه داشته باشیم، شاید داورانی که پوزش رو میشنوند، آنها هم سخت جانند، آنها هم منتظر این فرصت پوزش شنیدن هستند که تیر خلاص رو، آخرین تیر خلاص رو اونها بزنن. به هر حال همه ما گویا در این فضای در واقع استبدادی متأثر شدیم، که به عنوان اونهایی که خودمون رو به عنوان داور میدونیم، که اونهایی که میخواهند این پوزش رو مطرح کنن اما به دلایل متفاوت نمی کنن. ولی از اینجا باید شروع کرد. دقیقا. انقلاب کی از زندان آزاد میشی؟ من فکر کنم 20 روز قبل از انقلاب. یعنی نه با... نه نه ببخشید، توی آبان، یعنی چند ماه قبل در واقع به کمک مردم. بله، در دوم 4 سال در زندان بودم و همبندانت رو، خب تعدادی رو که میشناسیم، دوستان دیگری که همبندت بودن،
خب قبلا در این برنامه ها بودن، اینجا و اونجا اسم فریدون احمدی رو آوردن که به خاطر فریدون احمدی در ضمن کتک هم خوردن در این و اون اکسیون. گویا یه اکسیون معروفی بود که به خاطر فریدون احمدی کتک هم خوردن، تنبیه شدن. خب نمیخوایم روی این موضوع بمونیم. انقلاب آغاز میشه. گفتی، صحبت ها رو کردیم. سازمان چریکا یعنی فریدون احمدی ها، کسی دیگه نبود اون موقع. نسل آغازین، نسل که پیوند داشت با نسل نخست مبارزات چریکی مثل حمید اشرف، اینها پیشترها از بین رفته بودن، به قتل رسیده بودن، دیگه نبودن. نسل تازه‌ای این رهبری این سازمان رو به عهده میگیره. این نسل کی بود؟ دارای چه خصوصیاتی بود؟ نسل تازه‌ای رهبری رو به عهده نمیگیره. در حقیقت نسل اولی که همونطوری که گفتی نابود میشه. واقعا از بین رفتن بیژن جنسنی، حسن ضیاظریفی و اون گروه ضربه هولناکی بود برای این جریان. من فکر میکنم اون نسل و اون افراد ظرفیت ذهنی و توانایی و شجاعت این رو داشتن که راه و روش دیگری رو در پیش بگیرن. با وضعیت بسیار بغرنج و پیچیده قبل و بعد از انقلاب در حد بهتری برخورد کنن. اما متاسفانه خب یک رهبری عموماً ضعیف. خب من در رهبری در مقطع انقلاب رهبری سازمان نبودم تا کنگره یک، یعنی اما بخشی از رجال سیاسی سازمان بودی. میشه گفت رجل؟ من بله، من جزو حالا رجل که رجل کلمه‌ای بود که باش مخالف بودیم، ولی خب به هر حال من عضو رهبری سازمان جوانان و دانشجویان پیشگام بودم. و مسئولیت میدونید پیشگام به مقدار رادیکال تر بود کلا نسبت به رهبری سازمان بل. و موازی دیگری هم داشت تا اونجایی که میتونست. حتی ما در تسخیر سفارت هم اعلامیه دیگه ای دادیم، تایید نکردیم، رد کردیم این رو به عنوان یک عوام فریبی. و تا ظهر اعلامیه ما منتشر شد، بعد ظهر به بعد جلوشو گرفتن. به هر حال فقر تجربه زندگی و فقر دانش سیاسی در مجموعه نیروهای فدایی و سایر گروه ها، چون مقایسه هم بکنیم هیچ کسی نمیشه، حالا یکی به دنبال روی از جمهوری اسلامی افتاد، اکثریت و حزب توده، بخش های دیگر هم به حساب کارت بسیار برندهی ندارن که روی میز بگذارن که کارنامه درخشان تری دارن، اونها هم تو عرصه های دیگه. به هر حال این مجموعه فقیرتر از اون بود از هر نظر که بتونه این پیچیدگی های انقلاب رو درک کنه. خب به نکته خوبی اشاره کردی. سازمان های سیاسی مانند سازمان چریکای فدای خلق، نه، مفهوم نه رو در واقع بسیار بزرگ کرده بود. نه به سیستم، نه به نظام، عبور از نظام. در اینکه مجموع دریافت از جامعه شناسی، از اون فرهنگ چه بود که به این نرسید، در موردش صحبت نمیخوایم بکنیم، وقت کم خواهیم داشت. اما به عنوان یک سازمان سیاسی تنها به نه نمیبایست اکتفا میکرد، میبایستی با آنچه که قرار است جایگزین شود هم اعتنایی میداشت. خب نه رو همه میگن، ولی تفاوت با سازمان یک حزب و یک سازمان سیاسی در اینه. چه اندوخته ای برای بدیل وجود داشت و چه تصویری برای بدیل وجود داشت؟ تقریبا هیچ. هیچی نبود؟ هیچ نبود. یعنی یه سری الگوها، جوامعی که ایدئال میپنداشتیم، خب الگوهای ما بود، ولی در رابطه با جامعه ایران
درک تاریخ ایران درصد بسیاری کمی از فعالین، حتی رهبرانی که اون موقع من در رهبری سازمان میشناختم یا وجود داشتن، از تاریخ ایران اطلاع جدی داشتن. از مسئله اصلی جامعه ما که گذار از یک جامعه سنتی، از سنت به مدرنیته بود، این اصلا درک نداشتن که این مسئله جامعه ماست. آلترناتیوی که میخواستیم ارائه بدیم یک جامعه سوسیالیستی که چارچوباش هم نمیشناختیم، جهان را هم نمیشناختیم. و همونطور که گفتی، نه فقط این برود، بالاتر از سیاهی رنگی نیست. و عملا دیدیم که بالاتر از سیاهی رنگی اون سیاهی که تصور میکردیم سفید و سیاه، اون رو سیاه میدیدیم، خب حداقل خاکستری بود. من اگر اجازه داشته باشم الان من برگردم به اون دوران و بخوام انتخاب بکنم، در این که در برای آزادی های سیاسی، برای دموکراسی، برای مفاهیمی که الان یه مقدار بهش آشنا شدیم و گفتمان غالب الان هست نسبت به گفتمان غالبی که اون موقع ضد امپریالیسم و نمیدونم انقلابیگری و مسئله مبارزه مسلحانه و اینها بود، قطعا باز این رو به حساب حقوق بشر و دموکراسی و اینها رو پی میگرفتم. اما دست به اسلحه بردن، آشتی ناپذیری، تنها راه رهایی، جنگ مسلحانه، این رویکرد اساسا رویکردی بود که انقلابی رو زیرش به حساب هیزم گذاشتیم، در تنورش هیزم گذاشتیم که به هیچ وجه نه جبهه ملی، نه نیروهای چپ، نه نیروهای دیگه میتونستن در رهبریش قرار بگیرن. رهبریش شاید بگیم از خرداد 41 به عنوان آلترناتیو همین نیروی سنتگرای خمینی بود. یعنی این نیرومندترین نیروی و سازمان یافته ترین بود در شبکه 40,000 نمیدونم مسجد در سراسر کشور متشکل شده بود و ما نمیدیدیم این رو و دائما آشتی ناپذیری رو شعار میدادیم که انقلابی که به همینجا مندعی میشد. خب تصویری که اون موقع از نظام آن زمان ساخته و پرداخته شد در همه زمین ها، چه در فعالیت های سیاسی مثلا در کنفدراسیون تصویری که ارائه داده می شد، چه در ادبیات، یعنی در ادبیات سیاسی یک نوع همگونسازی با ادبیات مثلا آمریکای لاتین سعی می شد انجام بشه. آن دشمنی که در مقابل چگوارا وجود داشت میبایستی اون دشمن امروز در مقابل چریک فدایی خلق هم در داخل تصویر بشه. آن اسلحه‌ای که لورکا رو کشت میبایستی همون اسلحه و همون ارتش با همون شکل فاشیستی خودش در ایران تصویر بشه. یعنی ادبیات هم به هر حال کمک میکنه، این آفرینندگان هنر هم این همگونسازی ها رو انجام میدن. خب رمانتیسیسم هم که در یه سن جوانی قوی است. امروز از انصاف سیاسی نسبت به گذشته صحبت میکنیم، تا چه حد وقتی که این انصاف سیاسی رو سعی میکنی امروز مطرح بکنی و تا این سالها شاهد این بودم مطرح کردی میان یاران گذشته و امروز خودت مورد توجه، نقد یا تایید قرار میگیری؟ تا چه حد فکر میکنم مسئلهش تر شده. یعنی در میان بسیار از یارانم میبینم که حتی اگر به اون مرحله نرسیدن که به صراحت بیان کنند، با انصاف بیشتری به تاریخ کشورمون نگاه میکنن. ببینید در بسیاری از فعالین سیاسی مثلا راجب شاه‌های فاسد قاجار که صحبت میکنن، نمیدونم ناصرالدین شاه، میگن ناصرالدین شاه، به رضا شاه که میرسه میشه رضا خان قلدر. میگن میری تاش میبینی ادبیات وام گرفته شده از اسلام گرایانه، به دلیل ضرباتی که خب آخوندها و سنت و چیز در مدرن کردن کشور از دوره رضا شاه خوردن، این ادبیات به چپ هم گسترش پیدا کرد.
من فکر میکنم ما این انصاف رو باید یواش یواش در خودمون ایجاد کنیم که به دوره رضا شاه، به دوره محمد رضا شاه با سعی کنیم در جایگاه واقعی قرارش بدیم. همه دستاوردها و همه کاستی ها تو زمینه های آزادی های سیاسی، آزادی های دموکراتیک ببینیم و اجازه ندیم سرکوب هایی که بود، سواکی که بود، شکنجه هایی که بود سرپوش گذاشته بشه بر آزادی های سیاسی، بر مبارزات تو این عرصه ها ارج بگذاریم، اما بر دستاوردها، تلاش هایی که برای نوسازی کشور، ایجاد زمینه های مادی دموکراسی و پیشرفت کشور در این دوران، تحولات اجتماعی، انقلاب سفید که صورت گرفت و چهره جامعه ما رو تغییر داد و متاسفانه نادیده گرفته شد. اونم از سوی هم چپ هم نیروهای دیگه به جای اینکه بیان دفاع کنن از اون انقلاب و از دیکتاتوری انتقاد کنن، عملاً این کار صورت نگرفت. شاید برمیگرده به اینکه خب در یک فرهنگی که به هر حال ریشه های زمینداری درش خیلی قوی بود، فرهنگی مذهب درش خیلی قوی بود، ما با دو چیز بیشتر، دو مفهوم بیشتر مواجه نیستیم. یکی مداهی و ستایش و دیگری نکوهش و مذمت، نف. یعنی ما رنگ دیگری میشه قدیمی‌تر. ولی خب وقت بسیار کمه و داستان و روایت زندگی طولانیه. در انشعاب فداییان اکثریت را میپذیری، به سوی اکثریت میری. اکثریت امروز ما بحث در واقع چیز نداریم که بخوایم بکاویم چرا، به چه علت، ولی اکثریت رو به سوی جمهوری اسلامی میبره، حمایت میکنه از جمهوری اسلامی بنا به هر دلیلی که بود. یکی از دلایل شاید مبارزات مشترک ضد امپریالیستی که تصور میشد. امروز در یک کوتاه سخن نگاهت به این دوره چگونه است؟ آیا همراه بودی؟ اگر همراه بودی دید انتقادی خودت را اون زمان داشتی؟ و چگونه و کی متوجه خطاها و همراه در حدی که خب با این جریان بودم من هم بودم. میپذیر و بنابراین مسئولیت ها رو میپذیر، مسئولیت جمعی این مسئله رو میپذیرم. اما به شکل فردی من هیچگاه با این خط و با این ربط و با این مسائل همخوان نشدم و نوشتم، دارم از اون دوران کتبی چیز نوشتم. حالا ممکنه چارچوب فکریش بازم کج محمد هست، ولی به هر حال با نزدیکی به جمهوری اسلامی به شدت مخالف بودم. بعدم نیست که خاطره ای اگر وقت باشه کوتاه خیلی کم، ولی خب در منزل ما در تهران که منزل امنی بود، جلسات مشترک رهبری حزب توده ایران و سازمان اکثریت شکل می‌گرفت. فکر کنم داستان بدونم جالبه برای بینندگان ما. من فقط میزبان بودم. در یکی از استراحت هایی که اومده بودن، یک هندوانه ای که خونه موجود بود آوردم و خب سر میز بود و اینها. گفتم که با استناد به سوسیالیسم واقعا موجود، این هندوانه که یه مدار پلاسیده بود و اینا، گفتم ببخشید هندوانه واقعا موجود. و به شدت کیانوری عصبانی شد که مسخره میکنم چیز رو، سوسیالیسم واقعا موجود. و به هر حال این تفکر فریدون احمدی بود در همون دوران. خب بسیار از دوستان با خبر نیستن. من فریدون احمدی رو از سالها پیش میشناسم و میدونم نگاه انتقادیش. برای همین در آغاز سخن از صحبت از مردی کردم که در درون خودش، در واقع اون تابوهای موجود در درون خودش رو میشکنه و سعی میکنه راه به سوی تحول باز بکنه. سال 67 اعدام ها، آیا این دوره بود که دیگه پایان همه توهمات میتونست باشه؟ چه تأثیری، چه دریافتی در تو ایجاد کرد؟ البته اون سال 67 بسیار پیشتر توهمات نسبت به جمهوری اسلامی
منتفی شده بود در کلیت اکثریت هم. حتی جالبه بدونید که 6-7 سال قبلش شعار سرنگونی رو مطرح کردن و در سازمان تثبیت شد. البته حالا باز تلاش میشه که اونایی که تصویبش کردن یه جوری تکذیبش کنن. تکذیبش کنن. به هر حال نکته بسیار دردناک برای من این بود که من در خارج از کشور در مسئولیتی بودم که تمام گزارش‌ها از داخل کشور در جریان این کشتارها دست من می‌رسید از طریق شبکه‌های فعالین سازمان در داخل کشور. با جوهر نامرئی نوشته می‌شد و حالا فضایی رو که من درش قرار داشتم با اتو نامه‌ها رو که هزار جا جاسازی شده بود گرم می‌کردم، یکی یکی زیر چراغ می‌گرفتم ببینم یکی اسم این هم رفت، این هم رفت، این هم رفت و 129 اسم در عرض یک هفته از این دوستانی که می‌شناختم، رفقا و آشنایان رو هی جمع‌آوری می‌کردم و لیست برداری می‌کردم و همینطور ادامه داشت این وضعیت. و بسیار الان برای من واقعا این واژه تیزیه نفرت باره که بعضی ها میان این کشتارها رو کتمان میکنن بدون روشن شدن عاملینش، از نمیدونم بخشش صحبت میکنن، نمیدونم به مسئله رو به فقط عملیات فروغ جاویدان نسبت میدن، یا مثلا دوستان ما رو بردن پرسیدن نماز میخوانی؟ مسلمان هستی؟ میفهمیدن پدرش مسلمانه، صفحه اعدام. این میرفت، اون میرفت، اون میرفت، اون میرفت. و این فوق‌العاده دردناکه که میبینیم که هنوز هم یه عده این جنایات رو حاضر نیستن کمک کنند که افشا بشه که دیگه تکرار نشه تو کشور ما. حاضری نگاه خود نسبت به نظام گذشته گفتیم. این نظام رو، نظام فعلی رو میبخشی؟ میبخشم، منظور نمیدونم. آیا حاضر این نظام رو ببخشی به خاطر همه جنایاتی که کرد؟ میتونی فراموش کنی؟ میتونی ببخشی؟ بخشیدن که خب اصلا نظام رو نمیشه بخشید یا نبخشید. این نظام تا پابرجاست جامعه ایران نه روی رفاه رو خواهد دید، نه پیشرفت رو، و نه هیچ جوان ایرانی میتونه شادی رو بفهمه، لبخند رو بفهمه، رنگ رو بفهمه، ترانه و رقص و شعر و اینها رو ببینه و از آن خودش بکنه. این نظام باید به اشکال مختلف بره. و چی باید بیاد جاش؟ یک نظام دموکراتیک بر اساس آرای مردم در شرایط آزاد انتخاب بکنن و متکی به رأی مردم باشه بر اساس دموکراسی، جدایی دین از دولت اساسش این هست، این نظام. و مخالف اونایی هم هستم که اهدافی که ممکنه نوه های ما هم نبینن و برای جوامع اروپایی هم لوکسه میان برای ایران توصیه میکنن. روشنم بگم در تحول آتی ایران مسئله استقرار یک نظام دموکراتیکه، دموکراسی در کشور، نه سوسیالیسم و اشکال تجربه نشده یا تجربه های شکست خورده. این رو چپ ایران اگر بفهمه، بتونه با صراحت بگه، میتونه در راستای عدالت اجتماعی، در راستای استقرار یک نظامی که مسائل سوسیال درش اعتبار بالایی داره، حقوق رنج کشیدگان اعتنا میشه بهش و جایگاه ویژه‌ای داره، تأثیر جدی بگذاره. به پایان برنامه رسیدیم. شاید یکی از بزرگترین یا مشخصترین مفهومی رو که اگر بخوایم از تو این بحث صحبت دقایق چند با هم داشتیم در بیاریم، برای برخی از بینندگان ما شاید کلمه پوزش مهم بوده باشه، برخی واژه‌های دیگر رو، مفاهیم دیگر رو شاید برمی‌گزیدن.
امروز اگر فریدون احمدی بخواد پوزش بخواد، از چه کسی پوزش میخواد و به چه علت پوزش میخواد؟ از چه کسانی پوزش میخواد؟ یک، از مادرم پوزش میخوام به خاطر اینکه بدون توجه به رنج هایی که اون پشت درهای زندان میکشید، در هر حرکت اعتراضی، اعتصابی، نمیدونم، مشارکت میکردم، نمیدونم، اصلا بدون توجه به اینکه بود یا نبود من چه تأثیری در روحیات این، در زندگی این فرد داره، تصمیم میگرفتم پوزش میخوام. به عنوان یکی از هم نسلای خودم، از نسل بعدی پوزش میخوام، به خاطر اینکه ندیدیم این انقلابی که در راه است چه خصلتی داره و چه دیوی بر سرش نشسته و چه دیوهایی، این رو ما ندیدیم و این پوزش رو بده کاری. به خاطر دست به اسلحه بردن در شرایطی که میشد کار سیاسی در راستای دموکراسی و حقوق بشر و اینها پوزش میخوام، کار کرد، پوزش میخوام و حاضرم نیستم مثل بسیاری گناه خودم رو گردن و بی سوادی خودم رو گردن دیکتاتوری بگذارم. اون نقش داشت، ولی این ما رو از گناه بی سوادی و نمیدونم تصمیم های بزرگ گرفتن بدون اینکه اصلا جوانبش رو بفهمیم، این گناه از ما به حساب پاک نمی کنه و پوزش بعدی رو از شما میخوام که اینقدر زیاد حرف زدم. ولی سپاس از اینکه در این برنامه حضور داشتی و من رو ببخش که مجبورت کردم با این عاطفه این پوزش رو مطرح بکنی، اما شاید یک چیزی در درون دل بود که باید می اومد بیرون و یک زمانی باید گفته می شد و گفتی. و بگذار که من به عنوان خودم بگم که افتخار میکنم به انسانی که شهامت پوزش خواستن رو داره، افتخار میکنم به همچین انسانی در جامعه‌ای که پوزش خواستن تابوه. سپاس از حضورت. خب بینندگان عزیز، این هم چهره دیگر، داستان و روایتی دیگر. حرفها بیشتر از اینها بود و هست، اما خود گویای حدیث بسیار طولانی است و خوشحالم که فریدون احمدی امروز با ما بود و روایت خود رو از زندگی چند دهه خود در این اجمال برای ما مطرح کرد. همراه با فریدون احمدی عزیزم برای شما بهترین آرزوها رو دارم، برای نسل امروز، نسل فردا که این تصویر رو خواهند دید، با بهترین آرزوها برای شما. شب و روزتان خوش.